لوی قدر من لیدونکو سلام د خصوصي روغتونونو ټولنه خبرداري ورکوي کوي حکومت غوښتنې ونه مني نو د ټول هیواد کې روغتونونه وتړي د خصوصي روغتونونو لسګونو ډاکټرانو امبولانسونو سره یو ځای نن د اعتراض په ډول باندې راوتلي ول او وایي چې د حکومت له لوري پر خصوصي روغتونونو باندې لګول شوې مالیاتي جریمه غیر قانوني ده او حکومت باید له دغه کار څخه لاس واخلي دوی وایي چې موږ د دې لوړې مالیه په ورکولو کې نه توانېږو چې دا مالیه ورکړو او که مو غږ وانه اورېدل شي نو په ټول هېواد کې به خصوصي روغتونونه وتړل شي دوی وایي چې شاوخوا 350 څخه زیات خصوصي روغتونونه دي چې له دولتي روغتونونو سره یو ځای په ټول هېواد کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي داسې د معلوماتو له مخې د صحي خدماتو او یا سلنه همدا خصوصي روغتونونه دي چې وړاندې کوي اوس د مالیه وزارت د نوي طرزالعمل له مخې نه دوی باید جریمې ورکړل شي یعنی 15 کلنې هغه مالیاتي جریمې چې پخوا یې نوې تحویل کړې دی باید اوس ورکړي د خصوصي روغتونونو مالکین او ډاکټر صاحبان وایي چې دا غیر عادلانه ده دوی سره له دې چې په ډېرو سختو شرایطو کې صحي خدمات وړاندې کوي حکومت د دې په ځای باندې چې له دې څخه ملاتړ وکړي په دوی باندې نورې مالیه وضع کوي دا چې دا موضوع څه ډول ده دا مالیه په اخري ډول باندې غیر قانوني ده او د دې خدماتي بهیر ته څومره صدمه رسولی شي دغه لوړې مالیه په دې باندې په ننني بحث کې خبرې کوو ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی ډاکټر فردین غرمان د خصوصي روغتونونو د ټولنې رئیس سره بحث میلمه ده تشکر بسیار سپاس آقای غرمان که وقت دادین و با ما هستین حالا مشکل واقعی در کجاستی 5 ساله مالیه را که وزارت مالیه میخواه واقعا غیر عادلانه است از نظر شما تشکر و عرض ادب دارم به حضور بیننده‌های تلویزیون کابل نیوز بازم از شما تشکر میکنم که فرصت دادین تا در پیرامون همه معضله که ایجاد شده بتانیم صحبت بکنیم تا یک آگاهی برای مردم و بالاخره دستاندارکاران عرصه باشه بله معضله اساسی که متاسفانه در یک 2 سال اخیر ایجاد شده ای است که مال دندان متوسط فکر میکنم تا جایی که ما اطلاع داریم نظر به تارگت یا هدفی که وزارت مالیه بر از اونا داده باید یک هدف مشخص پولی را برآورده بکنن اما چگونگی جمع‌آوری از این پول فکر میکنم باعث ایجاد معضله برای سکتورهای مختلف شده که سکتور صحت هم متاسفانه این یک بحث عمومی است متاسفانه از این متضرر شده متضرر به اندازه هست که فکر میکنم حتی باعث در صورت ادامه از این پروسه تحت جرائم مالیاتی فکر میکنم باید تعداد زیاد از شفاخانه به سرعت گفته میتونم باید بیشتر از 95% شفاخانه باید مسدود شه و مالکین از اینا به مراجع حقوقی و قانونی معرفی شوند قرمان صاحب شما این رو میپذیرین که باید شفاخانه خصوصی مالیه بپرداز؟ خوشبختانه ما یه اداره داریم که ما هیچگاه نمیخوایم از مالیه فرار بکنیم ادعای ما ناعادلانه بودن و یا غیر منطقی بودن اخذ مالیات است کجا از این ناعادلانه است؟ شما اگر مالیات 5 سال گذشته رو ما شفاخانه هایی که در همی حرکت در کنار هم بودیم این شفاخانه است که مالیات خود کلن پرداخته خوب. تصفیه مالیاتی خود مکتوبش گرفتن و نظر به مکتوب به جز یک جمله گفته که ما میتونیم در 5 سال ما مراجع مالیاتی خود دوباره بررسی بکنیم و برخورد بکنیم این شفاخانه مکلفیت های مالیاتیشان انجام شده و مکتوب تصفیه مالیاتی را با خود دارن خب یک از این بحث واضح شد اگر منصف حالا اگر اینا مسائل مالیاتیشان تصفیه شده و مکتوب هم با خود داره پس حکومت از کدام نظر به کدام منطق میگن که مالیات دیگر هم به شما باید اینجا بحث مالیاتی مطرح نیسته اینا گذشته یک مرجع را کشفخانه هسته میاین بررسی میکنن بررسی از اینا هم تقریبا خیلی شفاف نیسته به خاطر که سکتور صحت هم از نظر تجارتی و هم از بابت ارزی خدمات با جاتر سکتور متفاوت است
و تا به حال یک پالیسی مشخص برای بخش مالیاتی وجود نداره. معمولا شفاخانه‌ها هم با ما اظهارنامه‌ای عمومی که برای یک دکاندار میتن شفاخانه‌ها هم معمول اول میدن، در حالی که شفاخانه رو شما نمیتونین با یک دکان مقایسه بکنین. در روی 4 یا 5 فاکتور وجود داره که شما میره تصفیه بکنین، در حالی که در یک شفاخانه شاید از 20 یا 30 قلم بیشتر باشه که در 20 یا 30 قلم مطلقاً سیستم مالیاتی متفاوت است. از اینکه سیستم مالیاتی شفاف نیست و برای یک یک مشخصه که مربوط به شفاخانه باشه وجود نداره، یک بحث است. بحث بعدی ما دی است که کسایی که میاین بررسی را انجام میدن، اول در گذشته در بحث مالیاتی هیچ نوع معلومات یا پروگرامای معلوماتی که حداقل همین بحث چگونگی پرداخت مالیات برای شفاخانه ها معرفی بکنن انجام نشده بوده که از این سال غیر مسلکی بودن کسایی که از طرف دولت مالیات ادعا نمیکنیم، ما سر نویتش صحبت میکنیم. در گذشته این مسئله بوده که خود شفاخانه دار یا سرمایه‌گذار از سیستم مالیاتی خود آگاهی مشخص نداشته که بگه به می رقم. به هر حالت اون امور رقمی که برش معرفی شده بوده توسط خود افراد ریاست مال دندان متوسط، اونا اظهارنامه خود پر کردن، خانه پوری کردن، ولی خود مالیات خود پرداختن. اما امروزه بحث متفاوت است. کسایی که جدیدا مقرر شده یا رئیس جدید بالاخره پالیسی جدیدی که وضع کرده و او هدفی که پولی که میخواد تعیین بکنه، میایه به شفاخانه بدون در نظر داشته بحث رخصتیایی که در طول یک سال وجود داره و تعداد مریضایی که در یک شفاخانه در کدام روز زیاد است در کدام روز کم است، در یک روز بسیار مزدحم در یک شفاخانه داخل میشه و اونجا یک بررسی بسیار سطحی خودش در یک ساعت یا دو ساعت میکنه و در اونجا وضع میکنه که شما روزانه به احتمال 10,000 یا 20,000 یا 50,000 راپور دارین که اینقدر عاید ما هسته، عاید ناخالص ما هسته، در حالی که ما کال بررسی میکنیم میبینیم تعداد مریضای شما در سن زیاد هسته. این 50,000 نیست، 1,00,000 هسته. شما 50,000 کتمان کردین، از 50,000 ضرب در 1,500 روز میکنیم که تقریبا 5 سال میشه و شما باید 50,000 یا 100,000 یا 200,000 یا 300,000 هم شما باید جریمه بپردازین. متاسفانه بیشتر باشه مثلا این بحث به خود وزارت مالیه بر نمیگرده که وقتی که شما سال گذشته آمدین و ایره قبول کردین اظهارنامه را برای ما دادین و ما تصفیه کردیم و سند هم دارین، پس شما اگر کتمان بود دو وقت چرا اعتراض نشد؟ دو وقت چرا گفت؟ مشکل در اینجا است. مشکل در اینجا است. اولا خب وقتی که شما جریمه وضع کردین، یک بحث است که امی منطق مقدار جریمه را شما وضع بکنید. یک شفاخانه که قیمت از او 50,000 یا 100,000 نیست، شما چطور او 100,000 میتونه برای شما او را بفروشه و هر کس ضرورت داره رو برش میتونه، اما تو 300,000 از او میخوای پول بگیری؟ این خودش یک منطق کجاست؟ شفاخانه که خودش 100,000 قیمت نداره، تو از او 150,000 جریمه خواستی، این منطق مالیاتی در کجا از وجود داره و تو ایره با کجا و با چی مقایسه میکنی؟ با کجا و با چی مقایسه میکنید؟ با کدام سیستم مالیاتی؟ یک بس است. بس دومی که ما ادعا داریم و ایره تلاش داریم که در همین جا باید تغییری ایجاد شوه، در همین اگر بس قانونی هم هسته، اگر مقرر داخل وزارت مالیه هم هسته، یک سرمایه گذار پیش دولت بدون نظر داشت هم اگر 5 سال قرضدار میباشه یا 5 سال یک متهم است که سرنوشتش نامعلوم است، ما برشان پیشنهاد کردیم و از جزء پیشنهادات ما هسته که لطفا شما اگر مقرره که پاس کردین که یک مرجع مالیاتی یا دولت میتونه در طول 5 سال شما را بررسی بکنن، نه شما ایره در 1 سال یا در 2 سال حد ازمی شما بررسی بکنین، در هر موردی که شما مشکل دارین در طول 1 سال یا 2 سال ختم بکنین. حداقل زمانی که یک مرجع تجارتی در 1 سال یا 2 سال بررسی میشه، اولی خود میتونه که عیار بسازه با سیستم دولت یا مقرره یا نورم و دوم از اگر ایانن اشتباهی کرده باشه در طول 1 سال 2 سال میتونه از زیر بار از او بیرون شوه، اگر ادعا از طرف دولت باشه یا بشار معقول یا غیر معقول در هر دولت در نظر میگیریم. اما زمانی که شما بعد از 5 سال شما میان یک نهاد بررسی میکنین، او در هیچ صورت جوابدهی اداره شده نمیتونه. اول احتمال داره در 5 سال همین مرجع در شرایط فعلی افغانستان
سه یا چهار یا پنج دست شده باشه، دو یا سه نفری خرید و فروش کرده باشه. متاسفانه که اگر همین نهاد یا این مؤسسه توسط نفر دو یا سه خریداری شده، شما اینو رو بررسی میکنین، جرایم گذشته مالک قبلی را کلش شما از اینا میگیریم. او خرف خلاص تصفیه حساب کرد، خلاص شد، جز از این نیست. اما شما جریمه 5 ساله را هم از اینا میگیرید. این فکر میکنم کاملا غیر عادلانه است. بس دیگه، مثل که شما فرمودین همین بررسی از اینا چقدر معیاری است، ایران باید صحبت شوه که چقدر واقعا معیاری است. یک بس دیگه که در این بررسی فساد هم میشه، یعنی همین کارمندایی که میان گاهی وقت مثلا اول خودتون قضاوت بکنین به عنوان یک شهروند، که فکر کنین نهاد همین تلویزیون شما در طول 5 سال، یعنی کل کارکردگی 5 سال شما میشه در 3 ساعت بررسی و ارزیابی شوه؟ خطرناک میشه. و باز بتونه و بر از او 300 لک جریمه وضع بکنه؟ این آیا منطق وجود داره؟ در حالی که یک دوسیه عادی که در داخل از او 50 صفحه یا 100 صفحه باشه، ماها وقت میگیره که رسیدگی شوه. در حالی که شما زمانی که 5 سال سیستم مالیاتی یک مرجع را شما باید ارزیابی بکنین، حداقل شما بر از او باید برای 5 سال باید 1 سال وقت بگذارن، 6 ماه یک تیم بزرگ قوی باید بیاید تمام از اینا رو بررسی بکنه و در او بسیار باریکی های وجود داره. این بل شما چرا مور نداره، این بل شما چرا قانونی است. حتی در مرجعی که در کدام دکان عادی شما یا یک دکانی که شما میرین از او تخم میخرین یا دیگه اوباد چیزا رو میخرین، کدام جای تاپا چیز بل وجود داره؟ تاپا وجود داره. قانون فعلی همون مرجع را بدون مور و تاپ قبول نمیکنه. با همین باید تمام معضلات، آیا شما میتونن در طول این 2 ساعت یا 3 ساعت 5 سال یک مرجع را شما بررسی بکنین؟ یعنی به این معنی است که غیر مسلکی است. و طرف دیگه اگر یک دفعه بررسی شده باشه دوباره میان بررسی میکنن چطور است؟ این هم از نظر قانونی حق دارن، اما در این مورد ما کدام مثال ندارن. کلن بررسی یک بار است یا در دو سال یا 3 سالی که شفخانه را امیرعیسی جدید با مو طرز دیدی که خودش داره بررسی کرده، شرایط به بحران کشانده. این ما بحران به خاطر میگیم که اگر عیانا یک مرجع هم نظر به عدم معلومات یا عمدن مالی خود کتمان کردش نپرداخت شه، فکر بکنیم که امسال همین سرمایه گذار به فکر خود ما که یک شفخانه ایجاد کرده، امروز این شفخانه از یک تعمیر بوده دو تعمیر شده، احتمال داره که اینمی گپ از اینا درست باشه کتمان کرده، اما امروزه این شفخانه دار دوباره پول خود سرمایه گذاری کرده برای تعمیر بعدی خود، برای بخشیدگی خود، و این شفخانه دار امروز از بانک قرضدار است، از بانک قرضدار است. امروز تو میایی بررسی 5 ساله میکنی، میگی که 200 یا 300 لک بپرداز، امی 200 یا 300 لک او از بانک هم قرضدار باشه، از کجا بکنه؟ چطور بپرداز؟ به این معناست که شفخانه خود اگر بفروشه هم خیلی پول پوره کرده نمیتونه، پوره کرده نمیتونه. مقدار کم جریمه و مقدار زیادش از چند گرفت تا چند؟ فعلا ما آمار داریم از 40 لک، از 43 لک اما کمش کمترین الا 300 لک. یک عدد داره، من هنوز هم سر از مطمئن نیستم، میگن که 500 میلیون یعنی نیم میلیارد است. یک مرجع ما هست که من او را مطلق گفته نمیتونم، این ماشین هم هنوز نهایی نشده، باز نهایی شد میشنم، یعنی نیم میلیارد دلار باید یک مرجع و 3 سال هم از کارش نمیشه، باید نیم میلیارد. یه خود درست نیست اگر تارگت داده باشه شینا تارگت خود این رقم پورا بکنه، یک با یک نفشار. خب یک بحث فساد چقدر اینجا مطرح هست؟ خامخواه زمانی که شما یک مرجع مراجعه میکنین، در اونجا و طرف توانایی پرداخت از اون نداره و نمیتونه، او تلاش میکنه که بالاخره همی ریسمان که در گردن زنداخته شده میخواد به دار زده شده و باید خود از اون نجات بده، و در زمان مرگ هر آنچه که میتونه از خود تلاش میکنه. یک بخش از اون میتونه که شدیداً وسیله ایجاد سوء استفاده و فساد در ادارات شود. یکی از معضلات اساسی که ما ادعا داریم و متاسفانه یک مشکل بسیار حاد است، مشخصا در سکتور خصوص سکتور صحت، بحث تکس 4% است. تکس 4% و یک معضل بسیار بزرگ است در مقابل سکتور صحت، و سکتور صحت یا شفخانه خصوصی
مطلقا نمیتونه می 4% بپردازه. غیر ما هست بیانی یکم در سکتور خصوصی صحت که ایجاد شده در سرزیم پیش از او وزارت صحت هم در این بحث دخیل است یا تنها اون پروسیجر وزارت مالی است که باید نه فعلا بیشتر مربوط به وزارت مالی میشه. وزارت صحت صحبت کردیم با وزارت صحت هم یعنی چون اونا میفهمن این مسئله رو میفهمن. رفتیم ما این بحث با خود موینس وزارت صحت هم به هدایت وزیر صاحب رفتم پیش معین عواید گمرکات و عواید وزارت مالیه و معین صاحب هم نظر مثبت داشت و طرف ما را داشتن، یعنی اونا هم گفتن که همچون برخورد با سکتور صحت فکر میکنم ناعادلانه هسته و این وضع تصاعدی یا جرایم تصاعدی هیچ از توان یک سکتور بیرون است و این سکتور را ورشکست میکنه. دیگه ایره ما با اونا مطرح کردیم و خوشبختانه موید هم داریم. متاسفانه خوشبختانه موین صاحب گفته که باید یک کمیسون ایجاد شوه، یک کمیسون یا یک کمیته مسلکی سر از کار بکنه و برای یک راه حل پیدا بکنه که حداقل شفاخانه هم تعهد داشته باشن برای شفافیت بحث پولی خود و هم یک راه دوامدار یا برای همیشه پیدا شد که همیشه در معضله نباشن. خب متاسفانه منطقه که وزارت مالیه میگه او چی است؟ متاسفانه که رئیس صاحب نه صحبت معین صاحب قبول دارن و نه هم از شورای وزیران. شورای وزیران هم فیصله شیه هسته که باید یک کمیته ایجاد شد یک کمیسیون ایجاد شد برای رفع این سکتور ساختار مالیاتی ازی راه حل منطقی پیدا بکنن که هر دو جانب از اون نفع ببره. اونا را فیصله شورای وزیران را قبول ندارن. متاسفانه پیش از اینکه بعد از اینکه مکتوب هم برای ریاست مالیدان متوسط رسیده که شما بسیار توقف بتین بالاخره سر از کار کنین که اگرای که بر هر دو جانب مفید باشه ایجاد بکنین، اینا دوباره هم استعلام به مراجع روان کردن که شما اگر در طول قدر وقت 300 لک نپردازین ما شما را به سارانولی و بالاخره مراجع حقوقی معرفی میکنه. تشکر. یک بحث که اینجا مطرح شده اوی است که شفاخانه‌ای که مربوط زورمندان است و وکیل صاحبان شورای ملی هستن اینا بیگنه از جریمه معاف است، واقعا یکسان برخورد میشه با این قضیه شفاخانه است؟ ای هم ای یک چالش دیگه ما هست. یک چالش دیگه ما هست که جرائم بالای شفاخانه آمده که اونا در طول 5 سال به شکل نرمال اما مطابق به مقرره وزارت مالیه مالیات خود را کم یا زیاد پرداختن و مکاتب تصفیه حساب خود را گرفتن. با اینا بحث جرایم با اینا مطرح است، با او کسی که فعالیت میکنه و اسناد عدم فعالیت گرفته، رسما فعالیت میکنه اما سند عدم فعالیت به هر نوی که وکیل است یا قماندان است یا زورآور است عدم فعالیت گرفته و هیچ نوع مالی نمیپردازه، در دروازه از او کسی نمیره، از او کسی مالیه نمیگیره چون توانایی وجود نداره. قماندانی که قماندان است بالاخره مسلح داره و یک معصر هم ایجاد کرده به دروازه از او کس نمیره، او بنام مالیه چیز رو نمیشناسه. به این معناست در گذشته هم نپرداخته به این معناست که برخورد مطلق دوگانه هسته، مطلق دوگانه هست و متهم کسی هست که او خواسته در این مسیر مطابق به قانون و یک شهروند قانونمند باشه. معضل اساسی مربوط به این افراد شده. خب البته اینجاست که مؤثریت و چگونگی سکتور خصوصی صحت چقدر است، یعنی شما چقدر دخیل هستین در خدمات صحی؟ حکومت میدونه که کل مسائل در دست خود بگیره یا همین شفاخانه خصوصی؟ ببینین ما همیشه ادعا کردیم که ما تکمیل نیستیم، همچنانه که کشور ما معضله داره سکتور صحت هم جز امی جامعه هسته، محسس که از متن امی جامعه برخواسته و جز امی جامعه است، ما از او رو نمیتونیم مجزا حساب بکنیم. ما هم چالش های خود داریم اما خوشبختانه از نظر آمار فعلا بیش از 60-70% عرضه خدمات صحی توسط سکتور خصوصی انجام میشه. این از نظر کمیت هسته. از نظر کیفیت هم فعلا بیشترین استفاده تکنولوژی مدرن که جزء اساسی از خدمات معیاری در استفیدی محسوب میشه در سکتور خصوصی صحت محسوب میشه، مثل عملیات قلبی باید تکنولوژی مدرن داشته باشی،
استفاده از عملیات‌های لیزری یا لاپاراسکوپی یا سیستوسکوپی شما باید ماشین‌های بسیار گران قیمت داشته باشین. بحث تشخیص امراض قلبی شما باید ایکو داشته باشین. اینا کل ماشینری‌های بسیار قیمت و مدرن. و خوشبختانه که بیشترین نصب این ماشینری‌ها در سکتور خصوصی یا در شفاخانه‌های خصوصی هستند. پیوند کلیه یکی از چالش‌های جامعه ما هست، فعلا در سکتور خصوصی انجام میشه. عملیات‌های باز قلبی، انجیوگرافی، انجیوپلاستی در شفاخانه‌های خصوصی انجام میشه. اما مشکلات بسیار حاد چشم در شفاخانه‌های مدرنی که در سکتور خصوصی هست که قیمت‌ترین ماشین در سطح دنیا آوردن نصب کردن، مربوط به سکتور خصوصی هست. یه از نظر کیفیتی، از نظر شغلزایی یا ایجاد شغل کار، سکتور خصوصی در مجموع سکتور صحت خصوصی بیشتر از 38,000 کارمند داره که در اینجا کار میکنه و یکی از سکتورهای اساسی هست که در بخش ایجاد کار و یا جلوگیری از بیکاری شدیداً کار میکنه. سکتور صحت چرا میگیم که نسبت به دیگه سکتورها فرق به داره، هم از نظر ارزش خدمات و هم از نظر ایجاد کار. عادی اگر تو یک شفاخانه را ایجاد میکنی و در او 1,000,000 یا 2,000,000 دلار سرمایه گذاری میکنی، اگر تو بخوایی را به شکل نسبتا استاندارد شما را پیش ببرین، باید در اونجا 50 نفر کارمند داشته باشی که شفاخانه به شکل 24/7 بتونه ارزش خدمات سی بکنه. که اکثر شفاخانه‌ای که ایجاد شده، اکثرن میگم که ایجاد شده، تقریبا این مکلفات انجام دادن، یعنی ارزش خدماتشون 24 ساعته هسته. در مقابل شما زمانی که یک هتل جور میکنین، اول هتلداری اولویت نیست. وقتی که شما هتل جور میکنین و میلیاردها افغانی رو در سرمایه گذاری میکنین، از نظر ایجاد شغل شما شاید 2 یا 3 یا 4 میلیون دلار سرمایه گذاری کنین، یک هتل بسیار مفشن و لوکس ایجاد بکنین، در اون هتل شاید 20 نفر کار نکنه، اما در مقابل زمانی که در یک شفاخانه شما ایجاد میکنین 2,000,000 دلار سرمایه گذاری میکنه، در اون 50 نفر کار میکنه. اگر در یک شفاخانه متاسفانه که بر علاوه که دست نداده، در زیادتر موارد خواستای دولتی باعث سرکوبی سکتور هم شده. در مواردی که اگر ما با هتلداری مقایسه کنیم، اگر در یک مرجعی که 2 میلیون دلار در هتل سرمایه گذاری شود و 2 میلیون در یک شفاخانه سرمایه گذاری شود، در مقابل برای 500 نفر این شفاخانه مکلف است که کار بده، که همین 2 میلیون دلار خدای بتونه به چلش بنداره نویت کار. اول هم از نظر تعداد، چون از نظر معیارات برای یک بستر که شما ایجاد میکنین باید 5 نفر الی 6 نفر داشته باشین که شما بتونین یک نسبتاً ارزش خدمات صحیح بکنین برای هر بستر. شما زمانی که یک شفاخانه 2 بستر جور میکنین، کمترین از در حالی که مقرر شفاخانه دولتی است که شما از یک شفاخانه که در 2 یا 3 بخش کار میکنه، شما از 50 نفر یعنی از 20 بستر کمتر نمیتونین بگیرین. در مقابل 20 بستر شما شفاخانه ایجاد میکنین، باید چند نفر پرسنل داشته باشین؟ در چور کنین 120 نفر شما باید پرسنل داشته باشین. در حالی که معکوس، اگر شما یک هتل جور میکنین، به این مدل جور بکنین، 10 نفر خوب نرمال میچلا و در پهلویش شما در سکتور صحت شما با یک قشر مواجه هستین که حداقل ماش از او از 15,000 20,000 کمتر نیست. شما زمانی که یک متخصص شما میخواین در مرجع شما کار کنه، شما تا 10,000 یا 15,000 دلار هم مکلف هستن برای بپرسید. و دکتر صاحب خارجی که اینجا میان و خدمات اجرا میکنن یا توسط سکتور خصوصی صحت است که عرضه میشه، به هر حال من هست بحث آخر، اگر بحث جمع بندی بکنیم، شما چی میخواین اگر به این مسئله رسیدگی نشه و بالاخره نتیجه چی است؟ ما خبر شنیدم که شما میخواین که کل شفاخانه خصوصی در سراسر افغانستان بسته شه. ما اول به عنوان کسایی که مسئولیت صحت مردم داریم و در این سکتور کار میکنیم، ما هیچگاه نمیخواییم که به مردم مزله ایجاد شود. اول کوشش میکنیم تا به حال هم در 6 ماه ما تمام دروازه های دولت ها، پارلمان، سنا، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت صحت عامه، کلی در شورای وزیران، این کل دروازه ها ما دقل الباب کردیم، یعنی ما صدای خود رساندیم. تلاش ما به این بوده که ما هیچ وقت به بحران کشانده نشه سکتور. تلاش ما است که بعضی حرکت، امید است که دولت مردای ما یا مسئولین ما اول
به این خواستای ما بپردازند. در صورتی که اگر رسیدگی نشه، پیش از اینکه اونا بیاین دروازه شفخانه ما را ببندن و ما را به ساران والی معرفی بکنن، بهتر از است که ما خود ما ببندیم. باز اگر دولت تانست عرضه خدمات سی بکنه، خب بپردازه. اگر نکرد، باز بیاید باید به خواستای ما بپردازن، بشنون، بلای رای حل معقول برش پیدا کنن. متاسفانه اون وقت باز ملت ضرر می‌بینه. او زمانی است که بیشترین ضرر را متاسفانه که ملت می‌بینه، که ما نمی‌خوایم به اون مرحله کشانده شود. چون امروزه تمام زونای افغانستان که بیشترین عرضه خدمات سی می‌کنه، امروز هم صدای ما هستند. هرات، مزار، قندار، جلال‌آباد که امروز همیشان کنفرانس مطبوعاتی به حمایت از این خواستهای ما داشتن که این مزلا مربوط به او ولایت هم میشه. در صورتی که به این خواستهای ما رسیدگی نشه، به این معناست که سکتور صحت ضربه محکمتر خواهد خورد و مردم ما از این هم بدبختر در بخش صحت خواهد شدن و مردم ما بیشتر معتاد به این میشن که به پاکستان و به هندوستان برن. تشکر. سکتور خصوصی صحت باز هم با سرعت ادامه میکنیم تا اندازه نظر به شرایط مسئولیت های خود نسبت به ملت انجام دادند. متاسفانه دولت که بخش یک بخش عمده از سکتور صحت مربوط به اونا میشه، مسئولیت های خود انجام نداده. من یک مثال میگم، رادیوتراپی یک اشد ضرورت برای جامعه ماست، برای مریضای کانسر، در حالی که تداوی یک بخش تداویش در اینجا میشه، اما به خاطر رادیوتراپی یا تجویز چیز شعاع برای مریضای سرطانی، ما مریضای خود باید راجع بکنیم به پاکستان و به هندوستان و این مکلفیت دولت بوده، باید در این زمان انجام میداده. 40 سال پیش ما رادیوتراپی داشتیم، امروز در عصر فعلی ما رادیوتراپی نداره. به این معناست که سکتور خصوصی صحت با مو با ای که با ناملایمت ها و نامهربانی های مواجه هم بوده، چالش های متعدد هم داشته، با هم بیشترین دستاورد داده. اما دولت که هم منابع کمک های دولتی هم با خارجی هم با اونا بوده، مکلفیت های خود انجام نداده. خیلی ممنون شما. تشکر همچنان از شما. لطف کردید. لطف کردید. قدر من و لیدون کستاس و ملتیم مننه که خبروانم و پایی تا رسید لطر بیام آلمان.